تنش کهنه بین ایران و عربستان سعودی که در ماه گذشته به نقطه بحرانی رسیده بود و با حمله به تأسیسات نفتی عربستان به هشدار و تهدید به حمله نظامی به ایران منجر شده بود حالا در تحلیل و تفسیرهای محافل سیاسی و رسانه‌ای جهان جایش را به امکان و احتمال مذاکره بین دو کشور داده اگر این درست باشد چه عواملی ممکن است در تغییر روش حاکمان عربستان سعودی از تهدید به حمله به صحبت از مذاکره موثر بوده باشد اگر چون نیست و تغییر روشی صورت نگرفته پس این تنش ها قرار است به کجا بیانجامند مهمان من در این گفتگوی اقتصاسی فرانک گزارشگر و تحلیلگر مسائل امنیتی بی بی سی است که در مسائل خاورمیانه و ایران و به خصوص عربستان سعودی تجربه طولانی و دردناک دارد در 16 خرداد سال 1373 نیروهای گروه القاعده در یکی از مناطق ریاض در عربستان سعودی به فرانک که به عنوان گزارشگر بی بی سی مشغول تهیه گزارش بود حمله کردند در این حمله فرانک به شدت مجروح شد جراحتی که هنوز هم با خود دارد فرانک از ممنونم که با ما هستی چند هفته قبل خصوصا بعد از حمله به تاسیسات نفتی عربستان که بلافاصله بعدش دولت های امریکا و عربستان ایران را مسئول اون دونستن صحبت از حمله به ایران و حتی احتمال جنگ گسترده در منطقه شد و کلی اظهارات تهدیدآمیز رد و بدل شد ولی در عمل اتفاق نیفتاد و حالا میبینیم که بعد از چند هفته بحث مذاکره بین ایران و عربستان مطرح میشه تو این فاصله چه اتفاقی افتاد قبل از هر چیز ممنونم که منو دعوت کردی. خب وضعیت عجیبیه. حمله که 14 سپتامبر اتفاق افتاد ضربه فاجعه باری به عربستان بود. عامل این حمله هر کی که بود تونست درست قلب زیرساخت اقتصادی عربستان و تاج طلای این کشور رو نشونه بگیره. اونا میدونستن که چی رو دارن میزنن. یک حمله غیر مترقبه بود که سیستم پدافندی عربستان رو در هم کوبید. یاد اون باشه که این همون سیستمیه که عربستان براش میلیاردها دلار هزینه کرده و بهترین و پیشرفته ترین تجهیزات نظامی رو از آمریکایی ها و بعضی از کشورهای دیگه خریداری کرده با این حال این سیستم نتونست عربستان رو در مقابل این حمله محافظت کنه 25 موشک کروز و پهباد انفجاری به هدف خوردن مسئولین شرکت نفتی آرامکوی عربستان من و خبرنگارهای خیلی از رسانه های دیگر رو به محل حادثه بردن و خسارت های ایجاد شده رو به ما نشون دادن جایی که هدف قرار داده شده بود نسبتا کوچیک بود یعنی چند تا مجتمع پتروشیمی هستند که توی یه محوطه خیلی بزرگ پخش شدن ولی عوامل حمله برج های پایداری سازی رو که خیلی حیاتی هستن هدف قرار داده بود عوامل حمله برجها رو زدن و تونستند در فاصله چند دقیقه ظرفیت تولید عربستان رو ناکار کنند. سعودیا البته تونستن این ظرفیت رو بازیابی کنن اما نکته اینه که این اتفاق اونا رو با این سوال روبرو کرد که نکنه این حادثه دوباره رخ بده و آیا ما قابلیت دفاعی لازم رو داریم که جلوی تکرارش رو بگیریم و جواب فورا معلوم شد که اونا این قابلیت رو ندارن چیزی که به نظرم هنوز ملک سلمان متوجه نشده آسیبپذیری پذیری عربستانه البته میدونیم که خیلی توی اون کشور متوجه هستند و خیلی هم نگرانه میدونن این حمله آسیب عربستان رو نمایان کرده حوسی های یمن میگن کار ما بوده ولی عربستان، آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان همه معتقدن که ایران پشت این حمله بوده. ایران این رو رد میکنه. به هر حال هر کی که بوده حمله خیلی دقیق و پیچیده ای رو صورت داده. اونا میدونستان دارن چیکار میکنن. حمله خیلی دقیق و زیرکانه ای بوده که آسیب پذیری عربستان رو آشکار کرد. خب میدانیم که ایران به وضوح این مسئولیت رو رد کرده ولی به نظر تو حوصیها توانایی و قابلیت انجام چنین حمله ای در این ابعاد رو دارند From Yemen, the Houthis have launched according to the به نظر من بعیده بر اساس گفته سعودی ها از سال 2015 <applause> یعنی از زمان شروع حملات هوایی عربستان به یمن نیروهای حوسی از داخل کشور 260 موشک بالستیک و پهپاد به سمت عربستان فرستادن ولی اینها بیشتر سلاح خام محسوب میشن من دیدمشون بیشترشون شبیه موشک های اسکاد هستن موشک های بزرگ بالستیک که خیلی دقیق نیستن عربستان و آمریکا میگن که محل پرتاب جای نزدیک اهواز توی جنوب غربی ایران بوده ولی فراموش که ایران اینو رد میکنه و اینکه در حال حاضر هیچ سرنخی نخی دیده نمیشه هیچ نشانه ای نیست که با این اطمینان به ما بگه که محل پرتاب داخل ایران بوده از نظر سعودی ها این حمله یک اقدام جنگی بوده من توی کنفرانس خبری عادل جوبری وزیر مشاور در امور خارجی عربستان حضور داشتم خبرنگارا مستقیما ازش پرسیدن که آیا این حمله رو یک اقدام جنگی از طرف ایران محسوب میکنه که در جواب گفت بله ولی همونطور که خودت به درستی گفتی اونا واکنشی نشون ندادن اگر این اتفاق مثلا چهار سال پیش میافتاد شاید پاسخ میدادن گفتی که صحبت از جنگ شده بله رئیس جمهور آمریکا بازم یکی از همون واکنش های شتاب زده مخصوص خودش رو داشت و گفت ما خشابمون رو پر کردیم و انگشتمون روی ماش است به این معنی که آماده هستیم حمله نظامی انجام بدیم ولی فکر می کنم سعودی ها به آمریکا گفتن لطفا این کارو نکنه چون میدونستن که اگه آمریکا ایرانو بزنه در جواب ایران آمریکا رو که مستقیما هدف قرار نمیده شاید مثلا چند تا پایگاه آمریکا آمریکایی رو تو منطقه بزنه ولی در واقع هدف حملش عربستان، امارات و بحرین خواهند بود سه تا کشوری که ائتلاف سنی ضد ایران رو در اون سمت خلیج فارس تشکیل دادن خب چیزی که در ظاهر میتونیم ببینیم اینه که ایران داره وضعیت رو توی منطقه دیکته و اعمال میکنه حمله اخیر خب اولیش نبود ایران متهم به حمله به نفتکشها توی خلیج فارس هم شد و همینطور پهباد امریکایی رو ساقط کرد و نفتکش بریتانیایی رو توقیف کرد و امثال اینها ولی میبینیم اتفاقی نیفتاد و هیچکس به این تحرکات ایران پاسخی نداد همین شاید باعث شده ایران فکر کنه که الان توی جایگاه قدرتمند تحمیل اوضاع بر منطقه قرار داره اینجا اینجا با یه تناقض روبرو هستیم. ایران از لحاظ اقتصادی تضعیف شده، ولی از منظر استراتژیک یک کشور قدرتمنده. از سال 2003 به این ور کل نقشه خاورمیانه دچار تغییر جدی شده. این نقشه رو مثل یک صفحه شطرنج تجسم کنیم. شما ایرانی ها همتون شطرنج رو خوب بلدین در واقع شطرنج رو شما ابداع کردین از زمان حمله آمریکا و بریتانیا به عراق از سال 2003 کل این صفحه شطرنج الان زیر و رو شده عربیشو اگه بگم منقلب شده تا قبل از اون سعودی ها و کشورهای عرب خلیج فارس با اینکه صدام براشون مشکل و مسئله بود ولی حضورش مثل یک مانع بزرگ جلوی اونچه که اونا توسعه طلبی ایران میگن رو میگرفت ولی از سال 2003 به این ور تا حدودی به واسطه نقش قاسم سلیمانی و سپاه قدس ایران تونسته شاخه هاشو گسترش بده و حضور و نفوذ عمیقی در عراق ایجاد کنه مثلا نیروهای هشت شعبی رو راه انداختن که به هر حال به شکست داعش کمک کردند. توی سوریه در کنار روسیه نقش موثری بازی کردن اونا تونستن جلوی انقلاب سوریه بگیرن و در واقع شکستش بدن و بشار اسد رو تقویت کنن توی لبنان که میدونیم حامی حزب الله بودن و قوی ترش کردن توی یمن هم سعودیا و بقیه میگن ایران داره به حوثی کمک میکنه البته به نظرم رسانه ها در خصوص حمایت ایران از حسیا یه مقدار اغراق هم میکنن ولی شکی نیست که ارتباطی بینشون هست میدونیم که رهبرهای حسی برای آموزش های ایدئولوژیک به قوم رفت و آمد داشتن و تقریبا تردیدی وجود نداره که ایران از لحاظ فناوری هم بهشون کمک رسانی کرده

But... <تصفح> یک لحظه اجازه بده نه منظورم ترامپ بود که گفت ما خشابامون رو پر کردیم و این معناش این نیست که کلیت تشکیلات نظامی آمریکا موافق حمله بوده اونا اصلا نمیخوان مشخصا وارد یک نزاع جدید بشن ما داریم از رئیس جمهوری حرف میزنیم که سیاست های کلیدیش رو داره روی توییتر و رسانه های اجتماعی اعلام میکنه به تصمیماتش در مورد تحولات ترکیه یه نگاه بنداز اصلا نمیشه پیش بینی کرد مسیر اتفاقات اونجا کدوموریه بله در خصوص ایران یقینا پنتاگون طرحهای مختلفی تدوین کرده و روی میز ترامپ گذاشته تا یکیش رو انتخاب کنه مثلا شاید گفتن بیایم جزیره خارک رو بزنیم یا اینکه آیا بندراباس رو بزنیم یا نه آیا فقط پایگاه ها رو بزنیم زیر ها رو هدف قرار بدیم میدونین این وظیفه پنتاگونه و قاعدتا کلی گزینه به ترامپ دادن که از بینشون انتخاب کنه ولی در حال حاضر ترامپ ترجیح داده که هیچ کدوم رو انتخاب نکنه و همین رو هم توی کنفرانس خبریش اعلام کرد گفت حمله راحتترین کاره میتونم همین الان توی یک دقیقه دستور حمله به ایران رو صادر کنم ولی این کارو نمیکنم و وقتی میگه ایران منظور شهرهای این کشور نیست منظورش پایگاه های نظامی ایران نکته دیگه ای که مطرح میشه اینه که این انفعال نسبت به اقدامات ایران باعث جسورتر شدن جمهوری اسلامی شده که بخواد هر کار دوست داری توی منطقه انجام بده اخیرا رهبر ایران آقای خامنه ای توی یک سخنرانی به سرداران سپاه توصیه کرد که نباید از منبوریت و چشمانداز فرامرزی خودشون غافل بشن و گفت که ما نباید خودمون را در یک چهار دیواری محدود کنیم این اظهارات رو خیلی ها این طور تفسیر کردند که ایران به دنبال گسترش بیشتر حضور دامنه نفوذش توی منطقه است و اینا را آقای خامنه ای در نقطه اوج فشار تحریم ها و تهدیدها علیه ایران داره میگه ریشه این اتکای به نفس کجاست More expansion in the region, uh, increasing the sphere of influence mm. in the region. Uh, and these are said mm. at the height of the uh, mm. tough sanctions and also threats against them. Uh, Where does this kind of mm. confidence come from? Well, look at the map. As I've said, you know, since 2003. خب یه نگاهی به نقشه خاورمیانه بندازیم همونطور که گفتم از سال 2003 ایران توی منطقه خیلی قوی تر شده با وجود اینکه تا حدودی به واسطه تحریم ها نفس اقتصادش گرفته شده و واقعیت هم اینه ممکن از لحاظ مالی نتونه همه نیروهای نیابتی و عملیاتهای برون مرزیش رو توی منطقه برای همیشه تأمین کنه و ادامه بده ولی در هر صورت امروز قدرت ایران توی منطقه خیلی بیشتر از سال 2003 است و عربستان و امارات و بحرین هم اینو خوب میدونن بنابراین بعد از شنیدن اظهاراتی مثل این از زبان رهبر ایران با خودشون میگن که ما نباید اجازه بدیم ایران طرح امنیتی خاص خودش رو در منطقه به ما تحمیل کنه همیشه از نظر ایران خلیج خلیج فارس بوده و اعراب این دیدگاه رو ندارن و بهش میگن خلیج عربی و دو طرف سر این قضیه تفاهم ندارن سالهاست که ایران داره به کشورهای منطقه میگه امنیت خلیج فارس رو به ما بسپرید زمانی که من خودم ساکن دبی بودم اینو میشنیدم ایران میگفت خیالتون راحت باشه ناوگان پنجم آمریکا رو بفرستین خونه ما حواسمون هست و امنیت رو به جای آمریکایی برقرار میکنیم زمان شاه هم ایران قوی ترین نیرو رو در خلیج داشت ولی بعد از انقلاب اسلامی خیلی از کشورهای عربی خلیج حکومت ایران رو یک تهدید وجودی علیه حاکمیت خودشون تلقی کردن و بنابراین هنوزم به چتر استراتژیک و حمایتی آمریکا برای خونسا کردن ایران احساس نیاز میکنن و به همین خاطر هم هست که هر شش کشور عربی خلیج توی خاک خودشون پایگاه نظامی در اختیار ارتش آمریکا قرار داده. خب یکم به بحث مذاکره و ایران عربی ها میبرازیم. با در نظر گرفتن مسئله میانجیگری پاکستان عراق به نظر میاد یه اتفاقاتی داره میفته به نظرتون این تلاش ها به کدوم س خواهد رفت آیا منجر به مذاکره بین دو طرف خواهد شد؟ به نظرم یه واقعیگرایی گرایی نوین داره توی حاکمیت عربستان جا میفته به این معنی که ما چهار سال پیش یه ولیهد جوون و ناپخته داشتیم که وزیر دفاع هم بود فردی که عربستان و چند کشور دیگر رو به جنگ یمن کشوند میدونیم که عربستان سر کار اومدن حوثی در حاکمیت یمن رو یک تهدید خیلی جدی تلقی میکنه. سعودی ها دیدگاهشون اینه که ما نمیتونیم اجازه بدیم یک گروه شبه نظامی که از طریق انتخابات رو نیومدن و مورد حمایت ایرانن بیان و حاکمیت همسایه جنوبی ما رو به دست بگیرن. این نظر سعودی هاست. من چندین بار به ریاض سفر کردم و با مسئولین سعودی از جمله سخنگوی ائتلاف جنگ یمن مصاحبه کردم. همشون خیلی مطمئن بودن که در فاصله فقط چند ماه با بمباران مواضع حوثی ها اونا رو وادار به تسلیم میکنن. ولی این اتفاق نایافتاد و میبینیم که سعودی ها کاملا توی یمن گرفتار شدن و این جنگ تقریبا هیچ دستاوردی براشون نداشته. اونا فهمیدن که در جنگ یمن هم در حوزه حمله و هم در دفاع آسیب پذیر هستند. این رو دیدن. حالا اگه حمله 14 سپتامبر به تأسیسات نفتی آرامکو تلفات انسانی ایجاد می کرد، فکر می‌کنم باید منتظر فشار عظیمی روی حاکمیت این کشور برای واکنش و تلافی جویانه می بودیم. ولی خوشبختانه کسی کشته نشد. بنابراین برای اینکه تنش حاکم بشه، در حال حاضر لازمه که شاهد این باشیم برای مدتی طولانی اتفاقی از این دست اصلا نداشته باشیم. ببینید یک جمله کلیشه‌ای که همیشه در پوشش‌های خبری از بیان تنشها ها در خاور میانه در حال افزایشه واقعا اینجوری نیست که همیشه رو به افزایش باشه ولی همچین سرتیتری مثلا تنش ها در خاور میانه در حال کاهشه اینو نداریم اینو هیچ وقت نمیشنویم about, I mean, the... در مورد اینکه عربستان واقعیت وضعیت در منطقه رو متوجه شده توضیح دادید آیا فکر میکنید ایرانی ها هم این واقعیت رو متوجه شدن و واقعا خواهان این هستن که با عربستان وارد مذاکره بشن؟ policy. سیاست های ایران رو در نهایت تند را دیکته می کنن. نه حسن روحانی یا دیپلومات های وزارت خارجه که افرادی هستند که به نظرم تمایل دارن ایران روابط بهتری با بقیه دنیا داشته باشه. چند ماه پیش با یه سفیر در مورد وضعیت این گروگان های دیپلماتیک که ایران در اختیار داره صحبت می کردم. منظورم افرادی مثل نازنین زاغری ردکلیفه. اون سفیر ایرانی بهم گفت به ما خیلی دوست داریم که این وضعیت فیصله پیدا کنه ولی دستمانی است دست, دست قوه غذایی است درستم می گفت قوه غذایی تحت نظر رهبر بنابراین میشه گفت دو تا حاکمیت در ایران داریم و میدونیم که کدومشون قوی تره که سیاست های اصلی رو دیکته میکنه و یک اقدام تحریک آمیز از سمت اون طرف تندرو میتونه بخش میانی و اعتدالی حاکمیت رو به درد سر بندازه و البته اگه قرار باشه مذاکره بین ایران و عربستان صورت بگیره حرف آخر رو رهبر جمهوری اسلامی خواهد زد یعنی اگر مذاکره در جریان باشه به این معنیه که رهبر ایران راضی ازش خب میدونیم که رهبر ایران شرایطی رو برای مذاکره مشخص نکرده ولی به طور کلی جمهوری اسلامی مواضعش رو طی سالهای اخیر روشن کرد و گفته که چی میخواد اعلام کرده که میخواد اونچه رو که ازش تحت عنوان برنامه هستهای صلحآمیز اسم میبره ادامه بده میخواد تحریمها برداشته بشن عادیسازی روابط رو میخواد و همینطور کنترل تنگه هرمز رو یا دست کم اینکه نیروهای آمریکایی منطقه رو ترک کنند و من نظرم اینه که تا زمانی که انقلاب اسلامی در ایران حاکم باشه عربستان امارات و بحرین نیروهای آمریکایی رو از منطقه راهی خونش نمیکنن نکته مهم اینه که طرف آمریکایی در این مسئله داره روز به روز علاقش به خلیج فارس کمتر میشه حتی زمان باراک اوباما هم این رو میشد دید چون دولت آمریکا چیزی داشت به نام سیاست چرخش به سمت آسیا و اقیانوسیه ببینید توی قضیه نفت آمریکا شو از 100 درصد خودکفا نباشه ولی یقینا خیلی وضعیت بهتری نسبت به مثلا سال 1973 داره یعنی ذخایرش به میزانی هست که دیگه مثل گذشته خودش اسیر و گروگان نفت خاورمیانه نکنه به همین خاطر یه نگاهی در آمریکا الان وجود داره که دولت این کشور دیگه لزومی نداره این پول هنگفت رو برای دفاع نظامی از خلیج فارس خرج کنه و به خصوص با توجه به این واقعیت که مقصد نفتی که از اونجا خارج میشه آمریکا نیست بلکه چین و بقیه کشورهای آسیایی و هند و اروپاست خب فرانک حالا بذاری یک کم در مورد خود در بذاریم ما ها دوست داریم همیشه راجع به خودمون صحبت کنیم میدونم که قبل از اینکه وارد حوزه خبرنگاری بشی توی ارتش بودی یه مدت هم حوزه بانکی کار کردی کار من توی ارتش پاره وقت بود اون موقع برای مانورهای ارتش میرفتم آلمان و این رزمایش ها در قالب سیاست های کلی جنگ سر تو دهه 80 بود ما در واقع نیروهای ذخیره ارتش بودیم بله و بعدش وارد حوزه مالی و بانکی شدی و نهایتا سر از روزنامه نگاری در آوردی چی تو رو به این سبکی شد؟ من همیشه آرزو داشتم که خبرنگار بشم ولی راهش رو نمیدونستم توی دانشگاه زبان عربی رو در چارچوب مطالعات اسلامی خوندم خیلی علاقه به یادگیری عربی و فارسی داشتم ولی اون موقع دانشگاه اکستر میگفت نه نمیشه عربی به اندازه کافی سخته پس دیگه نمیخوایم فارسی رو هم برات اضافه کنیم اون موقع واقعا نمیدونستم که برای یه بریتانیایی فارسی چقدر ساده تر از عربیه. به نظرم وقتی عربی رو بلد باشی فارسی به مراتب آسون تر میشه چون خیلی از چیزهای پایه‌ای فارسی با عربی یکیه مثلا توی فارسی میگید خوشبختم اینجا کلمه وقت به معنی زمان در واقع عربیه و همین فارسی رو سرراستر و ساده تر میکنه یادم اون زمان که وارد حوزه کار مالی و بانکی شده بودم به بحرین رفتم سفر من همزمان شده بود با یه قیام کوچیک که درش سی نفر از نیروهای پلیس کشته شده بودند و بعضی از روستاهای های اطراف منانه داشتن دچار بحران و ناآرامی می شدن. بعد یهو یه به خودم گفتم بی خیال من برای کار مالی و بانکی ساخته نشدم من باید اینجا وایسم و میکروفون دستم بگیرم و گزارش تهیه کنم قبلش یه دوربین فیلمبرداری همینجوری خریده بودم و باهاش از چاهای نفتی توی کویت تصویر گرفته بودم. توی حوزه روزنامه نگاری سفرنامه هم خیلی نوشته بودم. بعد از بی بی سی درخواست کردم که به من کار بدون مزد بده. یه نگاهی به من انداختن و گفتن فکر نمیکنی کنی سن تو یکم برای این کار بالا باشه؟ روزنامه نگاری نخوندی و مهمتر از همه این که با شلوار، قیافه اوتو کشیده که نمیشه کار میدانی کرد. چیکار میخوای بکنی ولی بهشون گفتم من واقعا عاشق این کارم به همین خاطر اون حقوق عالی توی حوزه بانکی رو از دست دادم و عوضش از نیوزروم بی بی سی تقریبا هیچ مزدی دریافت نمیکردم ولی بهترین تجربه زندگیم بود خیلی هیجان انگیز بود شما هم شاید همین حس رو در هفته اول کاریتون توی محیط نیوزروم تجربه کردی. میدونی وارد یه استودیوی اینجوری میشی. حس میکنی تو رو توی سفینه کردن و از اونجا این همه اتفاقات مهم دنیا رو رصد میکنی. مثلا این مدلی. خب حالا یه گزارش از اندونزی داریم. همین الان توی بغداد داره فلان اتفاق میافته یعنی سوار این همه خبر میشید و البته بخش جالبتر زمانی است که از محل وقوع خبر گزارش تهیه میکنی. و این کارو از دبی شروع کردی. بله درسته. کارو توی دبی راه انداختم. بی, بی سی دفتر نداشت اونجا. البته که هنوزم نداره. برای من اوضاع سختی بود چون موقع همسرم توی ماه ششم حاملگیش بود ما رسیدیم دبی و میدونستم که هیچ تضمینی برای دستمزد از طرف بی بی سی به من داده نشده اونا گفتن خودت باید پولتو در بیاری من باید اجاره خونه شش ماه رو یک جا پرداخت میکردم در این حال اتفاقات مهمی داشت توی منطقه رخ میداد یک نشت نفتی بزرگ اتفاق افتاده بود زمانی بود که قاچاق نفت از طریق شط العرب توی عراق به بیرون خیلی زیاد شده بود این نفت از شط میرفت پایین سمت سواحل ایران بعد توی تاریکی محموله ها خلیج فارس رو طی میکردن و وارد بندر فجیره و بقیه مناظر امارات میشدن یکی از همین تانکرها ترک برداشته بود و یکجا جا تن نفت وارد آب شده بود و کل سواحل ام و اجمان رو آلوده کرده بود داغون شده بودن همه جا رو ماده سیاه و لزج پر کرده بود اون موقع کسی رو توی ابوظبی پیدا کردم که توی یه شرکت نفتی کار میکرد بهش زنگ زدم گفتم من فرانک گاردنر از بی بی سی هستم میشه در مورد این اتفاق اگه اطلاعات چیزی داری در اختیار من بذاری اونم گفت بله میگم وارد کننده این نفت قاچاق که حالا همه جا رو آلوده کرده فران شیخ بوده ولی به رسانه ها چیزی نگو منم گفتم ببخش شید. ولی من خودم خبرنگارم و از طرف رسانه باتون با تماس میگیرم بعد گفت وای فکر کردم اولش گفتی از شرکت بی پی تماس میگیری متوجه نشده بود که من برای بی بی سی کار میکنم و بعد تو به صورت تمام وقت به استخدام بی بی سی در اومدی و خبرنگار خبرمیانه بی بی سی شدی بله من درخواستم رو به بی بی سی برای خبرنگاری توی قاهره دادم انتقال از دوبه به قاهره سخت بود دوبه یه جای دوست داشتنی بود زندگی خیلی خوبی داشتیم بچه هامون اونجا دنیا آمده بودن توی کنسولگری ایران در دوبه دوستانی پیدا کرده بودم که خیلی آدمای خوبی بودن یکی دوباری هم تونستم از دوبه به تهران سفر کنم توی پیست دیزین اسکی کردم از تهران با قطار رفتم بندر عباس. جزیره کیش و قشم رو هم دیدم جاذبه های بینزی و مسخور کننده اصفهان و شیراز رو دیدم چون ساکن دوبی بودم همه اینها راحت و دم دست بود ولی توی قاهره وضعیت خیلی سخت در بود اونجا مدیر دفتر بی بی سی بودم یهو فهمیدم که فقط خبرنگار نیستم بلکه مسئولیت مدیریتی هم دارم که این یکی جالب نیست مصر هم واقعا جای خوبی برای خبرنگاری نیست چون چیزی به اسم آزادی مطبوعات اونجا نمیبینی What in... بعدش اتفاقی که در خورداد 83 افتاد و نیروهای القاعده به چلیک کردن uh, yeah, put... بله yeah, so we... doing... درسته قبل از این اتفاق برگشته بودم انگلیس و اونجا همین کار الان هم رو می کردم، یعنی خبرنگار حوزه امنیت بودم اون زمان القاعده یه حمله بزرگی به الخبر توی شرق عربستان انجام داده بود اولین بار بود که منطقه نفتخیز عربستان را هدف قرار داده بودند به همین خاطر ترس و واهمه همه بازارهای نفتی بین المللی رو فرا گرفته بود اون زمان سفیر عربستان توی انگلیس ترکیه الفیصل بود که با رسانه ها خیلی رابطه خوبی داشت به من گفت بهت ویزا میدیم که بتونی بری اونجا و قضیه رو پوشش بدی. بعدش هم منو تصویر بردارم پا شدیم و رفتیم. وزارت کشور عربستان از ما مراقبت میکرد. رفتیم محل حادثه و خسارت و آثار حمله رو بررسی کردیم و همونجا رو به دوربین گزارش رو ضبط کردیم. بعدش برگشتم ریاض تقریبا کارمون رو تموم کرده بودیم بعد دو نفر از وزارت ارتباطات عربستان اومدن پیشمون و گفتن اومدیم که شما رو ببریم ریاض رو ببینیم واقعا نمیدونستن دارن چیکار میکنن نمیدونستن تو اون زمان ریاض چقدر خطرناک و ناامن بود خود ما هم شاید واقعا نمیدونستیم میدونم که این کارشون توطعه نبود بیشتر از سر ناآگاهی و بیکفایتی بود ما رو بردن یه منطقه ای توی ریاض که یه جورایی متعلق به نیروهای جهادی بود. اسم اونجا سوئدی بود. داشتیم بخش آخر گزارش رو رو به دوربین تموم می‌کردیم. ولی از شانس بد تیم اصلی القاعده توی اون منطقه همون لحظه با دو تا ماشین از پشت سر ما رد شده بودن. فرماندهشون کسی بود به اسم عبدالعزیز مغرن که سابقه جهاد توی چچن، بوسنی، الجزایر، سومالی و افغانستان رو داشت. اگه سرباز ارتش بود میشد روی یونیفرمش کلی مدال و درجه افتخار دید. ولی به جای مدال در واقع فراری و تحت تعقیب بود یکی از فرماندهان ارشد القاعده بود که اعضای تیمش توی خود عربستان کلی از مسلمان‌ها رو کشته بودن خب همین تیم چشمشون به ما افتاد دو تا سفیدپوست غربی که بیرون ایستاده بودیم بعد المقرم به دو نفر از اعضای تیمش گفته بود تو تصویربردار میکشی تو هم خبرنگارو گیر افتادیم یه گوله مستقیم به سر تصویربردارم شلیک کردند. همونجا فوت کرد به منم شش تا گلوله زدن از فاصله خیلی نزدیک همین فاصله ای که الان بین ما دو نفر هست و من خوششانس بودم که زنده موندم آیا این اتفاق باعث نشد که دیدگاه نسبت به منطقه که همیشه عاشقش بودی و توش کار خبرنگاری کرده بودی عوض بشه؟ خب توی روزای اول بعد از اون حادثه بله تاثیر داشت با خودم میگفتم این اصلا منصفانه نیست من توی زندگیم این همه زحمت کشیدم تا عربی یاد بگیرم کل سوره های قرآن رو خوندم و برای تمدن اسلامی و دین اسلام این همه احترام قائل بودم تاریخ اسلام رو مطالعه کردم منی که عاشق این منطقه و مردمش هستم این پاداش من شش تا گله توی بدنم میخوام بگم که درد این حادثه وحشتناک بود. هنوزم البته بعد از 15 سال این درد رو دارم. درد رو توی پاهام هر روز و هر شب حس میکنم و از ویلچر استفاده میکنم. یعنی اون اتفاق یه حادثه بود که روی کل زندگی من اثر گذاشت. ولی خب باید بتونی پیش بری و ازش عبور کنی. همون اوایل بعد از حادثه توی بیمارستان شروع کردم به فکر کردن و تونستم حساب اونایی که به ما حمله کردن رو از بقیه مسلمان‌ها جدا کنم. اونایی که به ما حمله کردن البته همشون الان مردن. با خودم گفتم که چند تا جنایتکار بودن. من دوستای مسلمونی دارم که بهم هم میگن اونایی که بهت حمله کردن مسلمون نبودن. خب البته میتونیم در مورد این قضیه بحث کنیم. ولی میدونم که به هر حال اونا جنایتکارایی بودن که قبل از حمله به ما مسلمانای هموطن خودشون توی عربستان رو هم به قتل رسونده بودن. میدونین مهربونی توی کشورهای اسلامی خیلی فراوونه. این نکته که من همیشه به بقیه یادآوری میکنم از نظر من همین باعث میشه که اون حمله ای که اون چند تا جنایتکار بزدل به من کردن دیگه به چشمم نیاد و دیدگاه هم رو نسبت به عوض نکنه کار اون چند نفر از سر بزدلی بود م. م. وقت زیادی نداریم بذار در مورد سرگرمی دیگر صحبت کنیم یعنی نیرسندگی که حالا در برای ترفه میشه کتاب اول تو تحت عنوان خون و شن مجموعی است از تجربیاتی که توی خاورمیانه داشتی که سال 2006 چاپ شد بعدش افاق دور رو منتشر کردی و سال 2016 هم اولین رمان خودت یعنی بحران رو نوشتی دو سال بعد از اون هم کتاب التیماتوم رو از تو دیدیم میخوام در مورد اولتیماتوم یه خود بیشتر صحبت کنی yes. Tell me about Well, ناشری که باهاش کار میکنم ازم خواسته که رمان التیماتوم رو در قالب یه سگانه یه مجموعه سجلدی در حوزه ادبیات جاسوسی تعلیف کنم. کلا نوشتن در قالب ادبی و تخیلی خیلی کار جالبیه و به نوعی دقیقا در نقطه مقابل کاریه که من و شما توی حوزه خبری میکنیم. توی کار خبر به ما گفته میشه که کاملا بیطرفانه بنویسیم و هیچ چیزی رو همینجوری از خودمون نسازیم. توی ادبیات تخیلی دقیقاً برعکسش رو داریم. اون مکان تخیلی که برای قصهم توی رمان بحران تعیین کردم کلمبیا بود. ولی حوادث رمان اولتیماتوم توی ایران اتفاق میافته و قصه رو با این ضرب المثل شروع کردم. صبر تلخ است ولی کن بر شیرین دارد. یقینا مخاطبای شما اینجا نیازی به توضیح من ندارن تصمیم گرفتم قصه التیماتوم رو در قالب ژانر دلهورو و ماجراجویی روایت کنم. و محل وقایع بخشیش در خلیج فارس و جزیره قشم و بقیه هم توی تهران و اصفهانه ولی در عین حال فضای داستان به من اجازه داده در مورد زیبایی های اصفهان هم مفصل حرف بزنم از مسجد امام و مسجد شیخ لطف الله بگم از اون همه جاذبه فوق العاده ای که توی اون شهر دیدم توی این رمان سعیم این بوده که فرهنگ ایرانی رو هم مورد تحسین و تجلیل قرار بدم و از دوغ و فسنجون برای مخاطبم تعریف کنم. من قبل از اینکه پاهام اینجوری بشه توی تهران از محله های شمالی به سمت کوه میرفتم و از کنار اون قهوه خونه ها و قلیونی ها رد می شدم. عاشق این پیاده روی بودم. ایران و مردمش رو خیلی دوست دارم و اینو از ته دل میگم. فکر نکنین به خاطر این میگم که الان یه تلویزیون فارسی زبانم. راستی ایرانی ها خیلی هم اهل مهمونی هن. من تو مهمونیاشون همینجا هم توی تهران بودم عالی بودن ولی به هر رمان التیماتوم توی ژانر جاسوسی سریه و من از نوشتنش دارم خیلی لذت میبرم کتاب دیگه هم در راه داری بله کار بعدی رو شروع کردم و داستانش از یه نقطه خیلی دور و خیلی سرد توی شمال زمین کلید میخوره خیلی از, از سپاسگزارم فرانک خوشحال شدم باهات صحبت کردم خواهش میکنم ممنون از دعوت شما